دوستان سلام، در ادامه دوره درکسمون میخوایم بریم سراغ مژرها یا همون فیلدهای محاسباتی، بریم سراغ مژرها و باشون بیشتر آشنا بشیم. ببینید، به طور کلی ما مژرهایی که توی پاور بی آی داریم دو دسته هستند. شاید اگر یه مقدار در مورد مژرها آشنایی اولیه داشته باشید، بیشتر این اکسپلیسیت مژرها رو یا اونایی که با دکس نوشته میشن رو بشناسید. اما با اینکه دوره ما در مورد دکس هست، ولی قبلش مثلا یکم با مژرهای ایمپلیسیت یا ضمنی آشنا بشیم و بعد بریم سراغ بقیه مژرها. حالا کدوم مژرها میگیم مژرهای ضمنی یا ایمپلیسیت؟ ببینید، شما وقتی که یک تیبلی رو داخل منوی سمت راستتون مشاهده میکنید، بعضی از فیلدها این علامت سیگما رو جلوشون دارند. خب این فیلدها فیلدهای نامریک هستند، فیلدهای عددی هستند که امکان این رو دارند که روشون ما یه سری سامرایزیشن، یعنی یه سری جمع‌بندی انجام بدیم. ببینید، برای مثال، مثلا اگر ما سلز امانت رو به عنوان مثال در نظر بگیریم، یه سری امکان داره که جمع ببندیم، میانگین بگیریم، یا اگر مثلا یونیت پرایس یا قیمت واحد رو ببینیم، میتونیم مثلا میانگینش رو بگیریم. خب یا اگر بریم سراغ یه سری فیلدهای دیگه که فیلدهای غیر عددی هستند، نوع جمع‌بندی روشون متفاوته. بریم یکم روی فیلدهای عددی کار کنیم. همونطوری که میدونید، ما توی آموزشمون از دیتابیس ادونچر ورکس استفاده می‌کنیم. همون فایلی که برای آموزش توی در واقع لینک دانلودش رو هم قرار دادیم. خب اینجا اگر نگاه بکنید، مثلا ما توی جدول سلز اکثر فیلد، یعنی تمامی فیلدهایی که داریم، اکثرشون اینها فیلدهای نامریک یا عددی هستند. خب بیام اینجا یه دونه ماتریس قرار بدم. یه ماتریسمون بیام از یه طرف در واقع ماه رو قرار بدم و از طرف دیگه بیام جلوی اون سلز امانت رو قرار بدم. خب ببینید، این سلز امانتی که من اینجا قرار دادم و اومد اینجا، اگر نگاه کنید کنارش نوشته sum of sales amount، یعنی مجموع سلز امانت رو من الان اینجا ببینید به ازای هر ماه مجموع فروش رو دارم به کاربر نمایش میدم. حالا میتونم چیکار کنم؟ توی در واقع مجرای ضمنی ما میتونیم اینجا بیایم و اون جمع‌بندی رو عوض کنیم. مثلا میانگین فروش ماهیانه هر ماه رو قرار بدیم، یا اینکه بیایم مینیممش و ماکسیممش و تعداد منحصر به فردش و تعدادش رو و یا در واقع اگریگیشن های دیگه اون رو که اینجا پیشنهاد میده قرار بدیم. برای مثال، حالا برای همین سلز امانت من اینجا سام رو قرار میدم و مجموعش رو بیایم اون یونیت پرایسی که اون طرف داشتیم رو هم بیاریم. یونیت پرایس هم من بنازم این تو و برای یونیت پرایس من میتونم بیام اینجا، برای مثال حالا خودشم اوریج رو انتخاب کرده، برای یونیت پرایس هم اوریج انتخاب شده، میتونم بیام مثلا ماکسیموم رو بزنم. خب یعنی بیشترین قیمت واحدی که ما فروش داشتیم، خب احتمالا یه کالای خاصه که قیمت همشون برابر شد، اما اگر بیایم اوریج رو بگذاریم، میانگین قیمت فروش حساب شد. به اینا میگن در واقع همون مژرهای ضمنی. خب بریم درسمون رو روی پاورپوینت ادامه بدیم. خب برای فیلدهای عددی این اتفاق میفته، اما برای فیلدهای غیر عددی چه اتفاقی میفته؟ ببینید، ما برای فیلدهایی که تکست هستند و به صورت متنی هستند، اگریگیشن های متفاوتی رو داریم. برای مثال امکان این رو داریم که اولین رو بر اساس حروف الفبا بیاریم توی لیست نشون بدیم، یا آخرین رو نشون بدیم، یا همون تعداد منحصر به فرد یا شمارش کلش رو داشته باشیم. اما فیلدهای ما به عددی و متن خلاصه نمیشن. ما فیلدهای دیت رو داریم که
برای فیلدهای دیت میتونیم earliest, latest یعنی اولین آخرین و باز تعداد رو داشته باشیم. و یه سری فیلد دیگه هم داریم به نام فیلد بولین یا بولین که همون مقادیر 0 و 1 یا true و false هستند. خب که اونها هم میتونیم تعداد منحصر به فردشون یا تعداد کلشون رو توی این مجرای ضمنی داشته باشیم. اما این implicit measure ها چه خصوصیاتی دارن؟ آیا برامون مفیدن یا نه؟ در واقع باید بگیم یه سری مزایا و یه سری محدودیت هایی رو دارن. برای مثال از مزایاشون که بخوام براتون بگم، خب خیلی آسونن برای هم یادگیری و هم استفاده. خیلی آسون تر از اینن که شما بخواید برید یه مجرای جدید بزنید و کد بزنید و از این داستان. امکان این که به نمایش در بیاند و مدل دیتای شما رو نمایش بدن خیلی آسان‌تره و خیلی انعطاف پذیر هستن و در واقع نیاز ندارید که شما برید یک مژر اکسپلیسیت بسازید و محاسبات رو خودتون به صورت دستی کد بزنید. اما خب یه سری محدودیت هم داره. مشخصا از محدودیتاشون اینه که یکی این که بعضی وقتا مدلی یا شکلی اون اگریگیشن رو انجام میدن که شما مورد انتظارتون نیست. همچنین یکی از موارد دیگه اینه که تو سناریوهای خیلی ساده اینا به کار میان. یعنی اگر شما یه مقدار محاسباتتون پیچیده باشه در واقع اینا به کار شما نمیاند و نیاز پیدا میکنید که مجرای پیشرفته تری بنویسید. و خب ما اگر از کدهای مالتی دایمنشنال اکسپرشن که البته خب موضوع این درسمون نیست، اما از کد MDX استفاده بکنیم توی پاور بی آی، در واقع اینها غیر فعال میشن و اینا کار نمیکنن در اون شرایط. بنابراین صرف یک آشنایی ابتدایی و اینکه شما تو ویژوالایز هاتون میتونید از اینها خیلی استفاده بکنید، من اینو به شما معرفی کردم. بریم نمونه دیگه ای از کارکرد اینها ببینیم توی پاور بی آی و این درسمون رو تموم بکنیم. ببینید من اگر در هر کدوم از این ماه ها از جدول پرادکت بیام و ببینم عنوان پرادکت چیه، خود فیلد پرادکت رو بگذارم، اینا رو آورد به این شکل نمایش داد. اجازه بدید این رو هم بیارم اینجا. خب ببینید توی ماتریسمون وقتی که اومدم و پروداکت ها رو قرار دادم، اگر دقت بکنید اینجا برای من گزینه ها متفاوت شد. میتونم فرست پروداکت رو داشته باشم که برای همه اون این ماه ها این آل پرپوز بایک استند بوده، فروش داشته. خب این رفته از جدول پرادکت اولیشو برداشته آورده. لست رو بزنم آخریش رو برمیداره میاره. ببینید به ترتیب حروف الف و هم انگار هست. خب تعداد پرادکت رو بگذارم، تعداد پرادکت که در دسترس بوده تو اون ماه رو آورد گذاشت و احتمالاً کانت غیر دیستینکتش هم باید متفاوت باشه که همینطوره. ببینید اگر پرادکتی به صورت تکراری بوده با پروداکتی که به صورت منحصر به فرد بوده تعدادش متفاوته. منتها احتمالاً رابطه اینها یه ایرادی داره که همه اینها داره در واقع عدد مشابه رو نشون میده و وقتی ما اصلا بدون دایمنشن دیت هم به این نگاه میکنیم تعداد پروداکت ها به این ترتیب هست. خب پس شما برای فیلدهای تکست هم دیدید که ما امکان این رو داریم که فرست رو داشته باشیم، لست رو داشته باشیم و تعداد شمارشی اون رو یا تعداد منحصر به فردش رو داشته باشید. توی این دوره با من همراه باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و مرسی که همراه من هستید.